سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. امروز سه‌شنبه 12 بهمن ماه هستش و بریم با هم ببینیم در بازارهای مالی چه خبر هستش. البته قبل از اینکه ورود بکنم یه خبری هم خواستم خدمتتون عرض بکنم که یک ویدیویی دارم آماده میکنم امروز در ارتباط با نمادهای فمیلی، فولاد، زوب و فجهان. یعنی این 4 نماد رو میخواییم بررسی بکنیم که در صورتی که شاخص حالت صعودی به خودش بگیره چه اتفاقی براشون میفته و خب اگر شاخص نزولی بشه چه سناریوهایی رو میتونن پیش رو داشته باشن. بنابراین حتما اون ویدیوی بعدی رو ببینید. برای این کار فقط کافیه وقتی که سابسکرایب میکنید و علامت زنگوله رو هم بزنید. اون موقع من هر موقع ویدیویی براتون میذارم یه نوتیفیکیشن براتون میاد و اعلام میشه که این ویدیو گذاشته شده و میتونید زودتر ویدیو رو نگاه بکنید. خب میشه گفتش بازار امروز تقریبا یک بازار متعادله، حالا از نظر عددی مثبت سبز و خوب بود، ولی از خیلی از جهات دیگه، یعنی از حالا از تعداد صفحه خریدی فروشی ها و حالا نمادهای سبز و قرمز، تقریبا یه بازار متعادلی را داشتیم و شاید بیشترین عاملی که تاثیرگذار باشه و این بازار رو بتونه فردا کمی خراب بکنه این خبری هستش که الان اعلام شد و ارز اولیه فزر هست. پویا زرکان آقدره که چهارشنبه 20 بهمن میخواد ارائه بشه مجددن و حدود 500,000 تومان، بیش از 500,000 تومان سهمیه برای هر کد در نظر گرفته شده و عرض کنم خدمتتون حالا بس ببینیم که تا چه اندازه از این استقبال میشه. البته یه استوری براتون گذاشتم توی پیج اینستاگرامم، تو میدونید قبلیه رو که با نظرات خود شما در ارتباط با نوسان دامنه ساختیم، یه دونه دیگه گذاشتیم نظرتون راجع خرید ارز اولیه با دیدگاه بلند مدت 2 ساله چیه. یه ویدیو میخوایم راجع این ارز اولیه ها درست بکنیم، مثلا یه نگاهی بکنیم تو 1-2 سال اخیر یا حتی بیشتر ارز اولیه‌ای که اومدن چه سیری را داشتن و آیا میتونیم یه پیش بینی بکنیم برای ارز اولیه‌هایی که الان میان تا 2 سال آینده چه به اصطلاح صعودی را میتونن داشته باشن. بنابراین نظر خواستم از شما عزیزان، تا این لحظه 410 بار هم دیده شده و خب تعدادی از دوستانم نظر گذاشتن برامو. لطف کنید حتما نظرتون راجع این به اصطلاح ارز اولیه‌ها را توی پیج اینستاگرام من که آدرسش زیر این ویدیو هم هست علی.زارعی.تیوی برید توی این استوری بنویسید، حتما هم توی این کادر بنویسید که بعدا من بخونم مانند ویدیوی قبلی که براتون گذاشتیم روی پیجا، انشاءالله درستش بکنیم. در هر حال فعلا این ارز اولیه شاید بازار رو فردا یه مقداری تحت تاثیر قرار بده. دیروز صحبت کردیم راجع ارز اولیه استقلال و پرسپولیس که اون هم تا آخر بهمن ماه قراره بیاد. بنابراین اتفاق مهمی که ما توی بهمن در ارتباط با ارز اولیه ها داریم این هستش که تا الان 3 ارز اولیه اعلام شده که تا آخر بهمن میاد. یکمی فزره، یکمی استقلال پرسپولیس که هنوز زمانش اعلام نشده ولی باید ارائه بشه و خب علتش هم اینه که خب بحث فشار فیفا و اینجور چیزا هستش، یعنی این بایدیش به این علته. خب خیلی از کارشناسان الان اعتقاد دارن که این قضیه مثبت شدن ها میتونه به این ارز اولیه ها یه جورایی مرتبط باشه و با این تیتر که آیا دولت برای سهامداران دانه میپاشد. عده‌ای از کارشناسان با اشاره به ارز اولیه فزر معتقدن که دولت و سازمان بورس قصد دارن از طریق رشد مصنوعی شاخص بازار رو برای ارزهای اولیه داغ کنن. این در حالی که اگر در شرایط مشابه آنچه در طول هفته‌های گذشته شاهدش بودیم چنین ارزهای انجام میشد، مورد استقبال واقع نشدن آنها از سوی اکثر غریب اتفاق سهامدار و معاملگران قابل پیش بینی می بود. یعنی که خب موقعی که بورس نزولی بود شاید خیلی ارز اولیه رو کسی نمی خرید، حالا یه هفته صعودیش کردن میخوان میان چیکار کنن ارز اولیه ها رو بفروشن. خیلی از افراد این اعتقاد دارن، به عبارتی برخی اعتقاد دارن که سازمان بورس قصد دارد پس از مدت ها که روند ارز اولیه متوقف شده بود بار دیگر این پروسه رو از سر بگیرد، اما شرایط قبلی در
قبلی بازار در 70 روزهای گذشته کششش را نداشت. از همین رو سعی شده تا از طریق تعیین تکلیف کردن حقوقی ها به خرید فعالان بازار رو وارد صفحه خرید بکنند و عرضم خدمتتون که حالا باید واقعا دید که این تا چه اندازه ای میتونه درست باشه. شما هم نظر خودتون را بگید. در هر حال 1,300,000 محدوده ای هستش که الان پس گرفته شده و برخی از کارشناسان هم نسبت به پسگیری این محدوده الان خیلی خوشبین هستن که حالا روی اندیکاتورها نمودارها در ادامه خواهیم دید. بذارید بیاریمش. بله خب البته اینا خدمتتون عرض بکنم این 1,300,000 که الان ما بهش رسیدیم خودش در واقع یک حمایتی بود که اگه خاطرتون باشه ما امیدوار بودیم از این 1,300,000 پایین‌تر نیاد. اینجا رو نگاه بکنین، ما قبلا یک بار به این رقم رسیده بودیم و یه حمایتی توی 22 آذر از 1,300,000 شد. یک بار دیگه هم 8 آبان حدودای 1,300,000 است، یعنی 1,330,000. بنابراین توی این ناحیه ما یک حمایت را انتظار داشتیم که خب این حمایت شکسته شد و پایین تر رفت، حتی تا 1,200,000 هم رسید. الان مجدد برگشته به 1,300,000 و به نوعی میشه گفتش حالا 1,300,000 اولین مقاومتی هستش که توی این ناحیه برای شاخص کل وجود داره که یه تقریبا وسط کانال هم هست و عرضم خدمتتون که این قضیه ارز اولیه که بر فردا هم گذاشتن یه مقداری شاید فردا بازار رو متزلزل بکنه. بعد از اینکه حالا 4-5 روز مثبت و سبز بود احتمال داره که فردا این روند یه مقداری تغییرات داشته باشه، هم بحث مقاومت هم بحث ارز اولیه هستش. دو تا بحثی هست که امروز شاهد هستیم و یکی از موارد دیگه که امروز شاهدش بودیم بود که الگو ساعتی هامون هم امروز خیلی جالب نبود. ببینید سه تا بیشتر ننشیم، سه دبیر، قپ آذر و بکاب، فقط سه تا الگو ساعتی داشتیم. روی نقشه پایانی هم که میایم نگاه میکنیم، حالا بسیاری از نمادهایی که این چند روز گذشته مثبت خورده بودن الان افتادن تو سیر منفی، مانند فرآورده‌های نفتی که خب این چند روز خوب مثبت بودن، یا پتروشیمی ها میبینید که الان دیگه امروز مثل روزهای گذشته مثبت نبودن، فلزات اساسی مثبت نبودن. به نوعی میشه گفتش که نمادهایی که توی این چند روز یه چیزی بوده 10-15% مثبت خوردن امروز منفی یا صفر بودن، این دیگه به روند مثبت خودشون نتونستن ادامه بدن. در عوض نمادهای دیگری که توی این چند وقت خیلی مثبت نبودن و حالا یا نمادهای کوچکتر مثلا قند و شکری ها میبینیم که ببخش غذایی ها میبینیم که اینجا هستش و عرضم خدمتتون حالا سیمانی ها تعداد زیادشون اتفاق براشون افتاد، حالا غیر از مثلا سیمان ایلام بقیه میبینیم که اکثرا مثبت بودن و یه جورایی میشه گفتش که این رقم شاخصی که الان میبینید نیمه مثبت شده یا اینکه 8 مثبت شده هم وزن دیگه، اینها از نمادهایی هستن که تو این چند روزه مثبت نبودن، یعنی اکثرش از اون نمادها داره میاد. بنابراین احتمال داره که فردا باز همون نمادها منفیه رو بخورن و یا اینکه حالا این نمادهایی که امروز مثبت شدن دیگه نتونم مثبت بشم و فردا احتمالا ما یک بازار منفی را هم تجربه بکنیم، حالا بعد از 5 روز که بازار مثبت بوده. این هم نمودار شاخص کل هموز هستش که خب هنوز ببینید خیلی فاصله داره با اون چیزی که مورد نظر ما هستش. این حتی هنوز به اون سطح به قول معروف حمایتی قبلی که شکست اومد پایین، یعنی اینجا 343,000 هنوز به اونم نرسیده، 333,000 هستش و 10,000 تا فاصله داره تا به اون حمایت قبلی خودش برسه که الان احتمالا برایش مقاومت شده. خب زیر ابر کمود داره حرکت میکنه و این هم نشونه خوبی نیست. البته شاخص کل هم همین حالت رو داره، یعنی جفتشون الان زیر ابر دارن حرکت میکنن و خب ببینید سعودی هایی که بالای ابر کمود باشه مانند این تیکه مثلا
از 1.4 بگیرید تا همون برج شهریور که این بالای ابر کم افتاده بود، اون دو ماه اون کندل های سبز خیلی قشنگ و شارپی بورس رو بردن بالا. زیر ابر کم این کندل های سبز خیلی جون ندارن، یعنی مثل اینکه واقعا حالا درست کندل سبز میشه ولی قشنگ احساس میشه که اینها خیلی کم جون داره این اتفاق براشون میفته. از نظر اندیکاتوری ما الان خیلی مشکل نداریم، یعنی هنوز نگاه میکنیم شاخص کل مومنتوم که داره به سمت بالا حرکت خودش رو انجام میده. آرون خب هنوز همدیگه رو قطع نکردن، نارنجی نیومده بالا ولی آبی اومده سمت پایین. از نظر مکدی هم میبینید که خب اوضاع هنوز خوبه و آریسایی هم همینجور، یعنی از بسیاری از مشخصهای نموداری ما مشکلی را حس نمی کنیم، ولی خب فعلا این قضایا هستش که یه مقداری داره اذیت میکنه. ارزش معاملات هم هنوز روی 3500 هست و بالاتر نرفته از 3500. خب سه روز اخیر دو کانال 3000 میلیارد وارد شدیم، دیروز 3280 بوده، پیروز 3400 بوده، امروز هم 3500 و یه جورایی میشه گفتش حالا با وجود اینکه کندل مثبت، بازار مثبت، همه تبلیغات خیلی خوبه و اینا، میبینید که از 3500 بالاتر نمیره و خب این 3500 هم که خب قبل از اینکه این پول تو صندوق تثبیت بریزن تو کانال 2000 بودش، یعنی اینجا پس 2000 تاش پول حقوقی ها هستش، 1000 هم که فکر میکنم صندوق تثبیت ریختن توش و هنوز حقیقی ها نیومدن، یعنی الان این کانال 3500 شده همون پول صندوق تثبیت هست داره میچرخه توش و یه جورایی میشه گفتش که به پول بیشتر نیاز هست، این پول حقیقی نیاز هست که بیاد بالای 5000، حداقل بالای 5000، یعنی حداقل رو ما داریم میگیم. خب اینجا هم نگاه میکنید 112 نماد 3% نسبت به روز قبل افزایش داشتن، در برابر 47 نمادی که بیش از 3% کاهش داشتن. اینجا آمار خوبه، تقریبا اون 3 برابر به نفع سبز ها هستش و خیلی چیز بدی احساس نمیشه. در صفحه خریدی هامو میایم نگاه میکنیم، حدود 66 سهم تو صفحه خرید داشتیم امروز در برابر صفحه فروشی هامون که اینجا هم میبینید حدود 47 سهمه. خب ببینید اینجا آماره نمیخونه با هم دیگه، یعنی الان اینم اگه بخواد 3 برابر باشه الان بعد 120 سهم تو صفحه خرید میرفتن. این که میگم یکم بازار متعادل بوده از این نظر اینه که صفحه خرید و صفحه فروشمون آخر کار خیلی صفحه خریدمون بیشتر از صفحه فروشمون نشد. 4 تا در آستانه صفحه فروش داریم و میبینید در آستانه صفحه خریدمون هم خیلی جوندار نبود. الگو ساعتی هم که نداشتیم. عرضم خدمتتون و همه اینا دست به دست هم میده که شاید فردا بازار را دیگه مانند این چند روز مثبت نبینیم. در حال حقوقی ها باز امروز بازار رو دست گرفتند. خودرو حساب ها شپنا، شتران، فملی، خگستر، توسن، فرابورس، تجلی، کرمان، مدیریت و جهان، سدبی در پرتراکنشترین نمادها قرار گرفتن و تمام شاخصاس‌های بورسی هم می‌بینید که تاثیر مثبت در بورس داشتن. فرابورسیان به غیر از وملل و آریا بقیه‌شون اون بزرگانشون به قول معروف گفتش تاثیر مثبت روی شاخص گذاشتن، اونایی که معامله شدن و یه جورای همینا بازار رو حفظ کردن دیگه. بازم خروج پول حقیقی داشتیم از بازار و ارسال خدمتتون 340 میلیارد تومان امروز از بازار مجددا خارج شد که عدد زیادی هستش. احتمالا از این ارز اولیه ترسیدن همه. در حال حقیقی ها امروز سراغ چند تا بانکی رفتن، مانند بانک ملت، بانک تجارت و در ارتباط با بانک تجارت امروز اخبار خوبی برای بانک تجارت سوددهیش هم منتشر شد. در نظر داشته باشین دتماد دارویی بود که علاقه من بودن، همچنین بورس و انرژی و احیا نمادهایی بود که امروز سراغش رفتند حقیقی ها و خب هنوز اینجا ما مشکل داریم، یعنی حقیقی داره پول خارج میکنه و وارد نمیکنه به بازار، غیر از یک روز که
یه ذره، اونم خیلی زیاد نه، بیشتر شد حقیقی به حقوقی، دیگه تمام روزها با وجودی که مثبت بوده ولی پولی هم وارد نشده. یه قانون دیگه ابلاغ شد، ممنوعیت پرداخت وجه نقد به مشتریان اعتباری. ما در ارتباط با مشتریان اعتباری دیروز صحبت کردیم، گفتیم که خب قرار شده تا 60% پورتفولیو بیان اعتبار بدن به افراد، کارگزاری ها، و خب قبلا وقتی که کسی این اعتبار را میگرفت دیگه اجازه نمیدادن که سهامش رو بفروشه، به نوعی اون سهام پشتوانه اون اعتباره میشد. و ولی الان یه ابلاغی اومده که نه، اگه کسی خواست بفروشه هم بذارید بفروشه، و حالا توی زمانی که اگه بخواد نقد بکنه اول پولتون رو بردارید و بعد نقد بکنید، که خب یه مقداری شاید باز این قضیه کمک بکنه به نقدینگی موجود در بازار، و حالا انشالله وضعیت یه مقداری بهتر بشه. صدور مجوز کارگزاری هم که قبلا بالاخره انجام نمیشد، 12 سال بود مجوز تاسیس کارگزاری نده بودن، الان مجوز تاسیس شرکت کارگزاری به نام پویان را دادند و ارسام خدمتون یه جورایی میشه گفتش انحصار توی این زمینه شکسته شد. امروز صفحه خریدمون از ابتدا از نظر عددی خب بیشتر صفحه فروشی ها بودن و بیشترش هم همون بانکی ها، با توجه به گزارشی که اومده بود براشون، و خب اینم جزء عجایبه به خاطر اینکه هفته گذشته دیدید که بانک آینده با چه ضرر هنگفتی مواجه بود، و اغلب هم همیشه گزارش بانکی ها گزارش های خیلی خوبی نبوده، ولی امروز گزارش خوبی رو از بانک تجارت ما دیدیم. همونجوری که مشاهده میکنید جهش بانک تجارت در گزارش 9 ماهه نشون میده که رشد قابل توجه 35% درآمدهای عملیاتی در سود این بانک در حال لحاظ شده، که خب یک خبر بنیادی هستش، که این خبر بنیادی باعث شد از همون ابتدای صبح صفحه خرید شکل بگیره برای بانکی ها. و ارسام خدمتون که مشاهده میکنید دیگه به چه صورت ادامه پیدا کرد. اگر که این گروه بانکی را حذف بکنیم، تقریبا میشه گفتش باز اینجا برابر بودن صفحه خرید فروشمون، تقریبا یکسان بودن، یه ذره خریدا بیشتره، ولی به نوعی میشه گفتش تمام این فشار رو بانکی ها به خودشون کشیدن و صفحه خرید ایجاد کردن. البته بعد جالبی کار اینجاست، وقت نگاه میکنیم خیلی هم خرید فروش نشده، یعنی صفحه خرید بوده فقط، و در صفحه خرید هم کارش تمام شده. بانک تجارت و حالا بانک ملت گفتش من صفحه خرید تموم کردم و اون اندازه زیاد هم معامله نشده. امروز نگاه میکنیم خودرو خساپا خیلی خوب معامله شده، حالا آخر کارم که مثبت بودن، ولی بانکی ها فقط صفحه خرید هاشون ایجاد شده و خیلی هم معامله نشده. خب بحث حمله روسیه به اوکراین مطرح هستش، که به این مقاله میگه اگر که روسیه به اوکراین حمله بکنه، با توجه اینکه بیش از 100,000 سربازش رو در نزدیک مرز اوکراین مستقر کرده، یک دو روز پیش هم دم به صلاح اون محموله های خون را به اونجا ارجاع داده، که خب احتمالاً اگر جنگی رخ بده و سربازان زخمی نیاز به خون داشته باشن، بانک خون برده نزدیک مرز اوکراین، خیلی نگران هستن که این اتفاق بیفته. از اون طرف هم میدونید که کشورهای دیگه حالا مثلا که نیرو دادن به اوکراین. به این مقاله میگه که اگه جنگ اینجا رخ بگیره، روسیه با یه سری تحریم مواجه میشه، این تحریم ها باعث میشه که کالاهای روسی از جمله سری کالاهای کشاورزی، یک سری کالاهای تو بخش گازی و پتروشیمی و نفتی و چیزهای مختلف بیاد و تحریم بشه، و همین قضیه هم افزایش هزینه‌های حمل و نقل را تحمیل میکنه، و همین که قیمت‌های کامودیتی ها و مواد اولیه را در بازار جهانی بالا میبره، که خب این قضیه بعدا میتونه تاثیرگذار باشه. البته خب حالا شاید ما خیلی زوده که قضاوت بکنیم راجع به جنگ، فعلا یه پیشبینی هستش که شاید این اتفاق بیفته، در حال اگر این اتفاق بیفته این احتمال هم وجود داره.
خب سری به بازار سکه بزنیم که میبینید خیلی فرق نکرده، تو همون کانال 12 میلیون مونده. البته نسبت به دیروز چیز حدود 50,000 تومان بالاتر اومده. حالا 12,100 بود، داره شده 12,160 مثلا. تتر رو میبینیم که الان در کانال 27,000 تومان وارد شده. البته بالای کانال هست 27,988 و هر لحظه احتمال داره مجدد به 28 برگرده. خب بیت کوین هم امروز افزایشی هستش و به 38,600 رسید. دیروز فکر کنم در کانال 37,000 بود با هم دیگه دنبال کردیم. حالا از اینجا میتونیم که یک کمی هم بهتر ببینیمش. بله ببینید دیروز فکر میکنم روی کانال 37,000 اینجاها بود که با هم دیدیم، ولی بعدش روندش صعودی شد اومد بالا. همون دیشب کانال 38,000 رو لمس کرد و الان هم به 38,600 دلار در حال حاضر رسیده. با توجه به اینکه قیمت تتر اومده پایین، ولی یه ذره ما بالا رسید به 28,000، 27,900 بود در حال 200 تومن از دیروز اومده پایین. ولی با وجود این قیمت ریالی رو نگاه میکنیم که نسبت به دیروز بالاتر رفته. الان 1,083,000,000 نزدیک 1,100,000,000 مجدد داره میشه از 1,045,000,000 که بود اومد بالاتر. و به تبع اون بقیه ارزهای دیجیتال هم میبینی که سبز شدن. اتریوم 78,000,000 حدودن از نظر ریالی و ارزم خدمتتون که چیزایی دیگه که میخوندیم تران رو میخوندیم همیشه 1,670. بیتکوین کش مجدد به 8,000,000 برگشت. دیروز جایتون به کانال 7,000,000 هم سقوط کرده بود. شیباب همچنان فاصله دار هستش با دوچ کوین و ارزش مارکت کپش توی این چند وقته یه مقدار اومده پایین، ضعیف‌تر بقیه ارزهای دیجیتال به نوعی عمل کرده. و خب ارزهای مانند حالا پالیگان و آوالانچ اینها اومدن و بالاتر زدن دیگه، مدتیه بالاتر زدن. و شیبا هم فاصله افتاده بینش با دوچ کوین. خیلی خب دوستان عزیز، این بازار مالی امروز شنبه بود و خب همه منتظریم ببینیم که ارز اولیه فردا بالاخره بازار به کدوم سمت سو میبره. منتظر نظرات خوب شما هم هستم. ممنونم که لایک میکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.